بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما معرفی اسلام است از دیدگاه قرآن. میخواهیم بیان کنیم قرآن را، اسلام را اگر میخواهیم بشناسیم از خودش بپرسیم. اسلام مثل انسانه یا اسلام همان انسان کامل ساکت هست؟ اگر بخواهیم کسی را، انسانی را خوب بشناسیم از خودش بپرسیم چه فکر میکنی؟ جهانبینیت چیست؟ ایدئولوژیت چیست؟ اسلام هم میفرماید دشمنان من سخنگوی من نیستن، آدم کشان تروریست ها سخنگوی من نیستن، سخنگوی خودم خودم هستم. قرآن می فرماید یک آیه تکلیف، حتی یک آیه من نیاوردم که بشر بعد از مردن به اون تکلیف عمل کنه. کل آیات قرآن، کل آیات قرآن فقط برای عمل در این دنیاست. نتیجه اش ارتقاء روح است به ملأ اعلا. پس اسلام نیامده حتی یک آیه بیاره بگه به این آیه پس از مردن عمل کن، به این تکلیف پس از مردن عمل کن. اسلام برنامه مرگ نیست، اسلام برنامه حیات است. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، این آیه است در سوره یاسین. قرآن آمده به زنده ها بگه چگونه است عالم، یعنی عالم را تفسیر کنه، خود انسان را تفسیر کنه به خودش، بعد بگه راحت اینه. در این زمینه چند نکته عرض میکنم. یک، قرآن میفرماید گذشته را باید بخوانی، چون آینده دقیقا مانند گذشته است. چرا قرآن نزدیک به 1000 آیه، بیش از 1/6 قرآن قصصه؟ چرا؟ میخواهد بفرماید حرکت بشر، قافله بشری قانونمنده. شما اگر بخواهید نجات پیدا کنید، خانواده ها دچار افسردگی نشوند، جوان ها پرخاشگر نشوند، دولت ها جبار نشوند، قدرتمندان طاغوت دیکتاتور نشوند، بخوان تاریخ را تا بدان قطع دابر الذین ظلمو، بدان ریشه ظالمین قطع می شود. بدان والعاقبت للمتقین، انسان های پاک برنده نهایی هن. بنابراین در قرآن حتی یک آیه نداره ما را مکلف کنه در روز قیامت چه بکنیم. همه مال این دنیاست. یک، خانواده سلول جامعه است، باید داشته باشیم. هر چیزی که خانواده را متلاشی می کند حرام است. اگر جوانی بخواهد حق پدر را ادا کند، جوانی بخواهد حق و احترام مادر را نگه دارد، باید یک سلسله مسائل بداند. و آن سلسله مسائل توسط بشر درست بشه قابل اعتماد نیست، چون نظریه است، فردا عوض میشه. اگر جوانی بخواهد خوشبخت بشه باید درسی را بخواند که خدا تدریس کرده. خدا فرموده خالق بشر منم و عالم به باطن بشر هم منم، اونطوری که من میگویم پرورش بدهید. بنابراین اسلام از نظر قرآن سخن خداست، هم تفسیر میکند جهان را،
هم تکلیف ما را روشن می کند و نشان می دهد که بروید تاریخ را بخوانید. من قرآن هرچی گفتم درست بوده. قرآن می فرماید نوح را تایید می کنم، نتیجهش نجات بشر بود، مؤمنین بود. من قرآن ابراهیم و موسی و عیسی را تایید می کنم. چرا؟ چون اونها بهتر شناختن خانواده چیست، تربیت اولاد از نظر اونها چگونه است. امروز میبینید در دنیای مغرب زمین و غیر مغرب زمین هی تمدن اوج میگیرد، ارتباطات اوج میگیرد، اما خانواده ها هر روز متلاشی تر، آمار طلاق هر روز بالا می رود، روحیه ها متلاشی، روحیه ها کلن افسرده، به شکلی که افسردگی تبدیل شده به یک بیماری قرن. افسردگی یعنی زندان شدن روح، افسردگی، عصبانیت، حبس و زندانی شدن روح. قرآن آمده روح انسانها را، جسم انسانها را به فنی که خدا یاد داده طبق اون فن نجات بده. بنابراین من مسلمان بدبین نیستم طبق منطق قرآن به غیر مسلمین. چرا؟ امام من علی بن ابی طالب فرموده اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. امام من یاد داده بشر یا برادر دینی تو هن یا نه مسلمان نیستن، مثل تو هستن، به همه باید احترام کنی. اسلام آمده است به بشر بگه یا ایها الناس. در قرآن یا ایها العلماء نداریم، یک صنف مخاطب قرآن نیست، ای دانشمندان، چون این چیزی نیست، یا بنی اسماعیل، یا قریش، یا بنی هاشم در اسلام نیست، همه یا ایها الناس، ای بشر. همان طوری که خانواده فرزندان نسبت به پدر نسبت مساوی دارن، همه نور چشم پدرن، در اسلام بشر از نظر یک مسلمان همه نور چشم یکدیگرن. این اسلام توزیع علم، محبت، آگاهی هم نسبت به گذشته است، چون قصص داره، هم نسبت به آینده. من کمی این مطلب رو توضیح بدهم. قرآن هم گذشته را در قالب قصه به ما معرفی میکنه، علم به گذشته است، انگار چراغ دستی است به گذشته، هم معاد را مطرح کرده، آینده را مطرح کرده. اسلام مثل چراغ دستی است برای آینده. از آن نظر که دستور میدهد حکومت تشکیل دهید، عدالت را پیاده کنید، اخلاق داشته باشید، پس به زمان خودش هم نظر داره. اسلام راه سگانه دارد به گذشته و آینده و اطراف. نتیجه چی خواهد بود؟ اگر اسلام حاکم بشه چی میشه؟ انسان ها طبق گفته رسول خدا مانند دانه های شونه هستند، هیچ کدام از دیگری بلند نیست. اگر اسلام پیاده بشه گرسنه‌ای نخواهد موند، اونطور که رسول خدا در اوج فقر زمانه قرار داشت. اما وارد مدینه شد، مهاجرین مکی ها پولی نداشتن، مالی نداشتن، لباسی نداشتن، از جیب انصار خوردن که اهل مدینه بودن. در دنیا هرچه کمونیست ها گفتن جامعه بی طبقه، نظیری پیدا نشد برای گفته اونها. اما پیغمبر عمل کرد. در مدینه اگر 10 سال 13 سال
دوازده سال زندگی کرد، همه مهاجرین از انصار استفاده کردن، یک جامعه مهربان درست کردن، در مقابل اون زمان حمله های شرق غرب ایستادگی کردن. جنبندی این شد، اسلام عبارت است فن توزیع محبت و آوردن علم به گذشته، آوردن علم نسبت به آینده معاد و نحوه برخورد با انسانهای موجود، یا بفرمایید توزیع مهربانی محبت. دلیل ما رفتار رسول خدا، دلیل ما رفتار علی بن ابی طالب و هر کسی که در خط اینها بوده. این است اسلام. در اسلام ترور نیست، در اسلام خشونت نیست، در اصل اسلام نفرت نسبت به انسانهای دیگر نیست. رسول خدا فرموده شعار منو به دنیا بگید، اینی باعث دلی اتمم مکارم اخلاق. شعار و پرچم من در دنیا الی یوم القیامه این است، مبعوث شدم مهربانی ها، اخلاق، محبت را به سراسر دنیا توزیع کنم. ولا حول ولا قوة الا بالله.